واقعا وجود داره؟ میدونم دلت راضی نبود بچه ها رو به این سفر بفرستم، ولی چی کار میکردم؟ میذاشتم جلو چشمم آبشی. نگران نباش، نارگیل با گروهش همراه بچه ها هستن، از چیزی که فکر میکنی خیلی قوی ترن. فقط حالشون خوب میمونه، لااقل مطمئنم تو وقتی که برگردن. یعنی امیدوارم. نارگیل خان، لیبه، لنگه، بچه ها بیدار شی، رسیدیم به سرزمین سما. گفتن نیمروی منو عسلی بکنید. باشه قربونه اون دماغ خیاریت برم. من نیمروی صفر دوست داری الان یا عسلی؟ مربایی. بس کنید. واقعا سه تا ماه تو آسمونه. توی یه جنگلی؟ چی میگی؟ من فکر کردم توی یه بیابونیم. یه بار دیگه مزرب پرونی میام پیارتون میزنم به هم دیگه. چو این درخته رو چه خوشگله، چه میوهی داره، میخوای بکنی بخوری ببینی چه مزهیه؟ دست زن حمید، میگم شاید سمی باشه. خب اول میدیم نارگیل خواهینا بخورن. خیلی ممنون بابت علاقهی که به ما داری عزیزم.
میوه‌مو بکنی به حسابت میرسم. درخت حرف زد. حمید کیکیم 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 گوشیم همسر کیکیم همسر بربره کیکیم گوشیم همسر بربره همونی که یه ریزه انگار ازم دل خوره انگار ازم دل خوره یه 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 کیک یه کیک عالی پختم تا 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 دله تا دلشو شاد کنم از اخم و تخم و خشمش خودمو آزاد کنم که کدومه با رواست عطرش هنوز تو هواست دست پخته این گوشیه بیچاره بی نواز کاشکی که آشتی کنه همین الان با گوشی بربره کیک آوردم کجایی آخه کوشی بربره 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 آی بربره 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 آی بربره بربره کیک آوردم کجایی آخه کوشی اینجام اگه سر صدای تو بذاری دارم به کارام میرسم چشاتو به من تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی به همراه زیرنویس انگلیسی و عربی پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید تلویکا روحام راستگو آماده باش اولین امتحانت داره شروع میشه وای 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 خاکی به سرمون شد آقا چی شده وای 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 آقا اگه بدونی چه بلایی سرمون ای وای چه خاکی اینجا رو گرفته آقا کثیف کردین اینجا رو حالا بعدم میام تمیز میکنم شبتون بخیر میگم خاتون بله بگو چیه چی شده ببخشید چیزه یا نمیدونم وای آقا یه خبر خوب براتون دارم یه خبر بد دارم وای 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 کدومو بگم خب خبر خوب تو بگو ببین خب خبر خوب اینه که براتون یه آشرشته پختم اصلا نمیدونی درجه 1 شده بیارم نوش جان کنی ممنون خبر بد تو بگو خبر بد؟ بلش کن خبر بد چی؟ اصلا شبتون بخیر خاتون خبر بد آه آقا ببخشی وای آقا آقا بابک و ایران خانوم حالشون بد شده آقا چی؟ خبر به این مهمی رو گذاشتی بعد از پختن آش بگی؟ بریم وای جسارت کرده داره تو تب میسوزه چرا اینجوری شدی پسرم؟ خدایا چی کار کنم؟ اینا خانومم آقا همین آقا خواهش میکنم دستم به دامن آقا یه کاری بکن وای این تو دست تو چی کار میکنه؟ ای. اصلا چرا کار میکنه؟ خب بشکنمش وای دیوونه ای وای تلسم دوباره به کار افتاد کتاب فریدون وای دستمال خنک رو پیشونیش میذاری؟ بله دست به این ساعت شنی هم نمیزنی چشم آقا گفتم دست نزن بذار سری جاش چشم آقا اوی ایشالا خوب میشین آقا بابا قسمت دیگه هرچی باشه داداشم خیلی ترسید همیشه زیادی میترسه
لفتن آروم حرف بزنی، خوابم. خواب نیست، از ترس بیهوش شده. ترس؟ شوکه شده. آروم حرف بزنین، خوابم. خواب نیست، از ترس بیهوش شده. آقا با میوه اون درخت چی کار داشتی؟ آروم حرف بزنین، خوابم. خواب نیست، از ترس بیهوش شده. از بس شکموه. آروم حرف بزنین، خوابم. خواب نیست، از ترس بیهوش شده. ای درد، دیوانم کردین شما دوتا. ای این میگه، اونم جواب میده. ای بابا، بیا بالاخره بیدارش کردین. بچه باورتون نمیشه چه خواب مسخره ای دیدم. خواب دیدم این درخت داره حرف میزنه. نه تو خواب ندیدی، واقعا این درخت داره حرف میزنه. اسمش هم نوروشه. ببخشی ترسوندمت پسر جان، آخه من رو میوه‌هام خیلی حساسم. خواهش میکنم بچه ها، تو رو خدا بیان برگردیم خونه. حامد دروازه بازگشت رو باز کن، اینجا خیلی خطرناکه. نمیشه که، هنوز چیزی پیدا نکردیم که برگردیم. خب حداقل یه جا بریم که درختاش حرف نمیزنن. بیا امشب و همین جا بمونین، شبا تو جنگل مرموز حیوانای وحشی زیادی پیدا میشه. حیوانای وحشی؟ مثل چی؟ مثل دندون خنجری ها و هفت زهرا و آتیش خارا. این کجا بود ما رو فرستادی بابا بزرگ؟ خانم جون، خاتون نای پیش مرگتون بشه. تو رو خدا، تو رو جون بچه هات خنک شو. خاتون؟ بله خاتون، بله. آب جوش بیار. آب جوش؟ شما این میخواید چای بخوری؟ خن نداری، ما الان گفته باشم بهتون. چایی تو این وز؟ خب منم همینو میگم، چایی تو این وز؟ خاتون دیوونم نکن، من راه نجات بابک و عروسم رو پیدا کردم. آب جوش لازم دارم، بدو. آب جوش؟ بله آقا حزمان، فقط خن نداری ما گفته باشم. عروس گلم، نجاتت میدم، نجاتت میدم. شد لو رفت وروره بدجنس. فریدون راستگو تو کتابش دستتو رو کرد. من میدونم داری حرفای منو گوش میدی، میدونم یاقوت قرمز تو یه جا همین اطراف پنهان کردی تو بیشتر به ما اذیت کنی، ولی من یاقوت تو پیدا میکنم. اون موقع است که به حسابت برسم، دوباره برگردونم توی کوزه. فریدون اعصاب خردکن، تو کی وقت کردی درباره من و نقشه هام چیز بنویسی؟ تو چی میخوای؟ کیک برات آوردم بربره جان. نوشه جان، گوارای بوجو. این چی بود؟ کیک بود دیگه، شکر نداشتیم توش فلفل ریختم، خوشمزه شده. نه تو کیک فلفل ریختی؟ نخوی چرا؟ غلط کردم. غزل خداحافظی تو بخون. نه آقا. آروم خاتون، آروم. خیلی داغه آقا. آروم بریز توی هاون. آها بزن. خیلی آروم بریز. آها خوب آقا.
خوبه خوبه خوبه. چی خوشگله آقا، همینجوری باید بشه آقا؟ ها؟ نمیتونم چی جوری بشه، تا کنون همچی معجونی درست نکردم. آقا نمیدونه این چی جوری بشه، میگم یه وقت نخورن بدترشن آقا. آقا پاشو ول کن، ول کن همه اینا رو، بریز دور، بریز دور آقا، بریز دور. یه دو تا قرص سرماخوردگی میدیم بهتر میشن، بریز پاشو بخون. خاتون حسنی داری آقا، وای 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 هر تو پلا نگو، بریم ببینم. آقا آقا وای این چیه؟ به نظرم همزمان معجون رو باید به خوردشون بریم. بله. تو برو تو اتاق ایران با سه شماره همزمان معجون رو به خوردشون میدیم. ای ببخشید این اصلا بوی گوسفند مریض میده آقا. خاتون وقت نداریم، برو دیگه. بله آقا، چشم آقا خیلی بو میده آقا. آی خدایا اشتباه نکرده باشم. خاتون بله آقا رسیدی؟ بله آقا میشمارم با سه شماره، سه دو یک. آقا آقا اثر کرد، ایران خانم داره خونک میشه آقا. وای خدایا شکر شکر شکر. خدایا شکرت. آقای درخت نوربخش، این سرزمین سماخ کجاست؟ من جغرافیم خیلی خوبه، تازه قبل از اینکه بیایم اینجا نقشه جهان رو یه بار دیگه قشنگ نگاه کردم، اما سرزمین سماخ ندیدم. جهان پر از راز و رمزه، این سرزمین هم یکی از اون راز و رمزهاست. خیلی از چیزایی که توی دنیای خودتون فکر میکنین افسانه است، اینجا خیلی عادیه و اتفاق میفته. مثل حرف زدن یه درخت. آفرین دختر باهو. چقدر گوشنمه. کاشی چیزی بود میخوردیم. نون و خورما که داریم پسر گلم، بخور کیف کن بابا. نون و خورما چیه؟ دلم یه چیز خوشمزه میخواد، مثلا مرغ. عزیزم این که قصه نداره، الان ردیفش میکنم. هارتکی پورتکی مرغ. آخ یه بازی بامزی هست، منم بلدم. ببین آی به دادم برسین، درد دارم، از درد دارم شکاف برمیدارم. کمک. چه شده لنگه؟ درخت جان این لنگه ما چه شده؟ تو این سرزمین استفاده از جادو باعث درد و رنج شدیدی میشه، نباید جادو میکرد. غلط کردم، دیگه جادو نمیکنم. آی حتی توک موهام هم درد میکنن. آخ حالا کباب نمیخوردیم شد؟ خب من چه میستم اینجوری میشه؟ لنگه جونم نرز قربون اون قیافی کجو کلات بشم. جناب نوربخش چجوری باید حال لنگه رو خوب کنی؟ امان از دست شما، یه دونه از میوه هامو پایین میندازم، یه تیکشو بدین بخوره. خیش درخت جان تا آخر اون کلفتی تو میکنم، قربونم برم الهی. یکم میخوابه، وقتی بیدار شد دیگه خوبه خوب میشه. حالا میتونیم کبابا رو بخوریم دیگه. خوب باشه نمیخوریم. آخا دردتون به سرم، تصدقتون بشم، من خوبی؟ میخوای یه کاسه آش براتون بیارم بخورین؟ نه داخل آقا هیچی نخوردین آقا. یه دنده کبابی چیزی براتون درست کنم؟ نه. کالجوش؟ نه. تاس کباب؟ نه. یتیمچه؟ نه. کت ماز؟ نه. نوخالی؟ نه. خاتون خب هیچ چیزی از گلون پایین نمیره،
تو بچه ها بر نگردن، بابک و ایران حالشون خوب نشه، آروم نمیشه. آخه آقا اینجوری نمیشه که، هیچی نخورین، رنگ به رختون نیست. خاتون گوش بده. بله. یک یاقوت قرمز تو این خونه مخفی شده، وروره اونو مخفی کرده تا هرگاه بتونه یه صدمه به بابک و ایران برسونه. باید پیداش کنیم و بشکنیمش. باشه باشه پیداش میکنیم، ولی چرا بشکنیمش؟ خب من برمیدارم میبرم یاقوت به این خوبی رو میدم از خرگوزرگر بفروشه. خاتون خاتون نداره. خب این یاقوت خطرناکه، راه ارتباطی وروره با این خونه است، باید بشکنه. آخه حیفه آقا، حیفه. به نظرم نشکنه. چه کاری آقا، نشکنه. خاتون خاتون خیلی خوب خیلی خوب. خاتون 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 میگردیم پیداش میکنیم، میشکنیمش، داغون میکنیم. خاتونم اگه مفلس و بیپور شد چه اهمیتی داره برای خاندان راستگو؟ خاتون اصلا بمیره، مریض شه، این یاقوت هم واسه خاتون، واسه ایلو تبارتون. از خاتون کی هست؟ بفروشید، بزنید، بشکوریم. خدایا یه صبری از دستی خاتون به من بده، بقیه مشکلاتم خودم حل میکنم. بره همسر عزیزم، قول میدم دیگه کیک فلفلی درست نکنم. بیا منو باز کن. راستگوه فکر میکنه به همین راحتی میتونه یاقوت قرمز منو پیدا کنه. نه پیدا نمیکنه، تو زرنگی، بدجنس و مکاری. بیا منو باش کن. بازم ازم تعریف کن. تو پلیدی، ترسناکی. بگو بازم بگو. اعصاب خورد کن، درازگوش. به من گفتی درازگوش؟ تو فردا تو همین وضعیت میمونی. نه غلط کردم، تو خودت گفتی بگو. اصلا درازگوش خودم هم خوبه؟ همسر عزیزم، قول میدم دیگه کیک فلفلی درست نکنم. افعی خطرناک خوبه دیگه ها؟ بابا بیا منو باش کن. آخه روحام راستگو، تو فکرنی حریف من میشی؟ تو زن میدونی چی تو کله من میگذره؟ دلتو خوش کردی به سه تا بچه و سه تا عروسک؟ حساب همه تون رو میرسم. اشکالی نداره که میبتون رو ببرم. نه این هدیه من به شماست. تو راه پیدا کردن لاله طلایی، ساقه نیلوفر کبود و سرخینه، حتما به میوه شفا بخش نوروش احتیاج پیدا میکنی. تو خیلی مهربونی نوروش. راستی نوروش های دیگه هم توی این سرزمین وجود دارن؟ نه فقط من هستم، بیشتر از هزار سالی که اینجام تو این سرزمین. راستی ملک این سرزمین کیه؟ این سرزمین سه بخش داره، بخش اصلی سپیدانه و ملکش ملک مهرفروزه. ملک مهرفوز میتونه به ما کمک کنه که ماموریتامونو انجام بدیم؟ متاسفانه اگه اون سه تا عروسک همراهتون باشه، نه تنها بهتون کمک نمیکنه که توی خطر میافتی. یعنی چی؟ چرا؟ چون توی این سرزمین حالا ایشین ببینم، شما سه تا پلیدام همینطور بالا چی؟ یه خبره عزیزان، ما دوستیم. بله سر جنگ نداریم. بله ما با شما دوستی نداریم. ولی ما داریم. بیا جلو ماچت کنم خوشگیر من. جناب نوروش عزیز، به شما صدمه ای زدن؟ فقط یکی از میوه هام کم شد. وای یکی از میوه هاشو کندن. باید همینجا به خدمتشون برسیم. آروم باشی، من خودم از میوه‌ام به اونا دادم. این عروسک ها دوستن. جناب نوروش عزیز، اینا شما رو گول زدن. ما با این موجودات هیچ دوستی نداریم. داداش چه گیری دادی دشمن به تراشی واسه خودت؟ ما دوستیم عزیزم. بله این عروسک های خوبی هن. البته قبلا بدجنس بودن ها، ولی الان خوبن. تشاد دوباره بدجنس شن ها، ولی الان خوبن. سخور میکنم از دفاع جانانت همین جان. شما بهتر حرف نزنی. بابا شما کاری نداری، ما اومدیم دنبال ملک مهرفروز. اتفاقا خود ما میخوایم شما رو ببریم شه ملک مهرفروز. خوبه دیگه، هم
اسیر شدیم. دیگه نیزه و تیرکمو لازم نیست. تو نمیخواد به ما بگی چی درسته چی درست نیست. بذار یه جوک برایشون بگم با هم دیگه دوست بشیم. یه بار یه ماره با یه تنابه دوست شده بودن. اگه گفتین هروسی بازی با هم میکردن تنابازی. یادم رفت بگم تو این سرزمین کسی از جوک و لطیفه خوشش نمیاد. شما ببخشیدش غلط کرد شکر خورد. صابونه آقا سرور صبحتون بخیر. چی شد؟ چه طرز صدا زدن خاتون، سکته داشتم میکردم. آقا این از درایت خاتونه، گفتم یه جوری صدا بزنم بلکه آقا بابکم بیدارشن. خیلی ممنون بابت ایده زیبای درمانیه. سپاسگزارم آقا، سپاسگزارم. بیرون! آقا یعنی کی میتونه باشه این وقت روز؟ با کسی قرار داشتیم؟ به روزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا تلویکا.com. سلام، آصفی هستم. عاطفی هستم. سلام، بفرمایید. فرمایش. ما کارمندان جناب آقای راسکو هستیم. ایشان برای امروز یک جلسه رو هماهنگ کردن، متاسفانه تشریف نیاوردن. هر چقدر با منزل تماس میگرفتیم کسی پاسخگو نبود. این شد که نگرانی ما را کشن به اینجا. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. خدا رو شکر. حالا که چیزی نشده به جناب رئیس بفرمایید تشریف بیار که با هم دیگه بریم. بابک خان، رئیس یه مدت نیست، رفته سفر. سفر؟ بدون اطلاع قبلی؟ رفته با خانم بچه‌هاش مسافرت دیگه. بدون اینکه مرخصی رد بکنه. ببخشید جسارت نباشه، اما اگر رفتن سفر این ماشینشون دم در دل سیمیشکا میخوره؟ پیاده رفتن؟ رفته سفر دیگه، اصلا با اتوبوس رفته. چیکار دارین؟ مگه ما باید به شما توضیح بدین؟ بفرمایید آقا، بفرمایید. خوشم نمیاد از این کارا. بفرمایید، خدافظ شما. پیشه بابا. آتفی جان. جانم آصفی جان. به نظرم گازی مشکوک آقا. 100% احسنت به اون عقل و شعور زاید البسم جناب علی. آقا بنده دارم شاگردی میکنم قربانتون برم. بفهمید الان چیکار بکنیم؟ باید بریم گاراژ اتوبوس، پرسجو، تحقیقات میدانی. احسنت. اگر سفر رفته بود و اسمش تو لیست مسافرها بود که فبال مراد، اما اگر نبود برمیگردیم اینجا برای پیدا کردن رئیس منم که شده خاک این خانه رو به توبره میکشیم. آقا جان بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. تمنا میکنم شما بفرمایید. آقا من بمیرم شما بفرمایید. بریم دیگه آقا. آقا دیگه وجوده بره. بل نسبت شما و البته من چه آدمای فضولی. اصلا به شما چه که رئیستون کجاست آقا؟ نه معلوم بود میان دنبالش، من فکر اینجاشو نکرده بودم. چرا دروغ گفتی؟ خب آقا من چی کار میکردم آقا؟ آخه من که اصلا جزوی خاندان راسکو ماسکو نیستم، من خدمتکار خاندان راسکو هستم. دروغ گناه بزرگیه. چشم آقا ببخشی. توبه کاش قضیه رو دنبال نکنن. ببین الان کار ما چیه؟ پیدا کردن یاقوت ورورست. آقا اصلا خدا وکیلی نمیذارم آقا، مگر رو نشه قاتون رد بشین آقا. اول صبونه آقا، اول صبونه. آخه قیافتون رو ببینید، رنگ به رختون نمونده آقا. صبونه؟ بابک و عروسم اون بالا افتادن، بچه ها رو فرستادم ناکجا آباد. حالا بیام صبحونه. ببین الان کار ما چی؟ من میرم آزمایشگاه رو میگردم، تو میری بالا رو زیر و رو میکنی. به چشم آقا، چشم. الهی بمیرم، الهی بمیره خاتون این روزا رو نبینه. الان بچه ها کجا؟ وی نارگیل خان، میگم من توی کیفم میوه شفا بخش نوروش رو دارم،
نظره چی شما جادوشون کن، بعدش من بهتون سری میدم که حالتون بد نشه. لازم نیست، به هر حال ما هم میخواستیم بریم پیش ملکه مهرافروز. آقا اجازه، این دوتا دارن حرف میزنن. ساکر، حرف زدن پیش پیش کردن ممنوعه ها. چه کار میکنی بیعقل؟ تو با اونا یا با ما؟ با شما، یه ما حسلم سر دارم، گفتم یه مرضی چیزی بریزم. مگه نمیگم ساکت باشی؟ بیا اینجا ببین. همین الان میری شهر، میگی که ما سه تا موجود پلید دستگیر کردیم که معلوم نیست نقشه ای داشته باشن، همه هم میرن خونه هاشون، هیچ کی هم از در خونش بیرون نمیاد. خیلی اوضاع خیده، خیلی اوضاع خیده. به ما میگه پلید، آی من یه روز دوباره شکل همون پهلوان بشم، میام اینو میتره کنم بهش جان مادرم. چی فکر میکردی ما چی شد؟ چرا یه ها همچی شد؟ اسیر شدیم خیلی زود، نقشه هامون شدن دود. اسیر شدیم خیلی زود، نقشه هامون شدن دود. نقشه هامون دود نشده، امید داشته باشی. امید مثل خورشیده، خورشیده تو آسمون، نورشو از اون بابا. میگم ساکت. تو گزا گذاشتی وروره یه بچه فکری به همین راحتی میتونی یا بوته منو پیدا کنی راستگو؟ حالا بس بگردی وروره جان، چون هر کس که دوست داره بیا من آزادم کن، من اینجا خوش شدم آخه. یه سوال خوب ازم بپرس آزادت میکنم. سوال؟ باشه. میگم اصلا این بازی ها چی رو انداختی؟ از همون اول کلک راستگاه رو میکندی و انتقامتو میگرفتی و خیالت راحت میشد. خواب عمیق و یاقوت و اینا دیگه برای چیه؟ آفرین آفرین، سوال خوبی پرسید. بس بیا آزادم کن. من یه نقشه بدجنسانه یه عالی دارم گوشی، همه این کارا واسه خاطر اون نقشه است. نقشه؟ نکنه همون نقشیه که فریدون راستگو تو رو به خاطرش انداخت تو کوزه، همون نیست؟ آفرین آفرین، همونه. هزار خورده ای سال تو اون کوزه به این فکر میکردم که کجای کارم غلط بوده، چرا نقشم عملی نشده، اما حالا دیگه میدونم. این بار موفق میشم گوشی. میگم وروره جان، بیا نون و ماستمون رو بخوریم. تو چرا همش دنبال خرابکاری هستی آخه؟ حرفای اضافه موقوف؟ میخوای تو آخر عمر همینجوری بسته بمونی؟ نه نه نه، غلط کردم. هر کاری دوست داری بکن. معلومه که هر کاری که دوست دارم میکنم. خب بگو. آخ راستگو، اگه بدونی چه خوابی برای تو و نوه هات دیدم. اگه بدونی همینجوری شروع میکنی به لرزیدن.
خیلی بچه سیا بیا آزادم کن خیلی بچه سیا خنده بچه سانه برو حل میشم نه جان گوشی برو حل نمیشی برو حلم نکنم نه حلت نمیکنم در رو باز کنید باز سلام به همه خوشگلای عصبانی به به چه شاخ شمشادهای بی اعصابی دو دقیقه اون دهنهای واموندتون رو بسته نگه دارید ببینم چی به چیه ملکه مهرافروز ملکه شهر سپیدان وارد می شود ملکه کلمه نه ملکه سلام خوش آمدی نالی خان کوله همونو بردن میوه نوروش طوری نیست بابا جان تا جایی که میشه نباید از جادو استفاده کنیم پس واقعیت داره دوباره جرأت کردین به سپیدان نزدیک بشین موجودات بدجنس ما بدجنس نیستیم خانم پدر بزرگمون ما رو فرستاده تا بیاییم پیش شما ساکت باش من به تو اجازه دادم حرف بزنی اجازه خانم نه خیر بهش اجازه ندادیم به تو هم اجازه ندادم به من چی؟ به من چی خواه؟ بس کنین دیگه نمیخوام صدای هیچ کدومتون رو بشنوم ولی خانم ما باید یه چیزی بهتون بگیم ملک مهرافروز ما از خاندان راسکو هستیم نمیدونم چرا با این سه تا عروسک مشکل داریم ولی اینا پلید نیستن ما به کمک شما احتیاج داریم راسکو؟ بله من حامد راسکو هم اینم خواهرم حال است اینم برادرمون حمیده ما هممون راسکویی یه دروغ ریزی گفتن ها ولی در کل راسکو هم اینم نقشه جدیدتونه درسته؟ دارین از اسم خاندان محترم راستگو استفاده میکنی به جلاد بگین فردا صبح آماده باشه همه ی این موجودات بدجنس باید به سزای اعمالشون برسن من قسم میخورم که اینا راستگو هست به جون مادر نارگیر شام بخواب